head. They are as cold in there. But she takes us, Rosa. Leaves her apples, Rosa. She's quiero bangere. Sorry, more bangere. Golden guru, bardor. بله بله، امیدوارم میبخشید که اولا یه تأخیری شد در برنامه زنده امروز، در برنامه‌ای که امیدوارم شما یادتون باشه اسم این برنامه چیه و تا حتی اومدیم از حالت رسمی در شبه نگفتیم الو الو، لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید. خواهش میکنم اگر زمانی خواستید رو خط بیاد لطفاً با سیالتون نرسید، صدای تلویزیونتون کم کنید. اولا برنامه امروز رو، قسمت اولین قسمت این برنامه رو ما اختصاص دادیم به کانادا و روز کانادا. همونطوری که میسونید مثل 4th جولای ما، امروز روز کاناداست، روزی است که کانادا به وجود اومده و به همین دلیل هم افتخار این داریم که مهمان بسیار عزیزی که محبت میکنن و همیشه هر گاهی ما دعوت کردیم تشریف آوردن با هموطنان صحبت میکنیم و در عضو پارلمان کانادا هستن و اونتاریو، آقای موریدی در خدمتشون هستیم. خیلی خیلی خوشحالم و خیلی تشکر میکنم از محبتتون آقای موریدی در این روز که خیلی هم گرفتارید محبت کردید که با ما صحبت کنید. خیلی متشکرم آقای آتابای از دعوتی که از بنده به عمل آوردید. همیشه برای من باعث سرفرازی و دلخوشی و خوشبختی است که در خدمت شما و همینطور هموطنان عزیز ایرانی در امریکا به خصوص در کالیفرنیا باشم از طریق تلویزیون شما و از طریق برنامه شما. خیلی متشکرم. لطف کنید که برای دوستان خود شما توضیح بدید که از چه سالی در این، در حدود اگه اشتباه نکنم 200 ساله که کانادا به کشور کانادا و به آزادی رسیده و کشورش مستقل شده. اگر لطف کنید و بگید که چه وضع کانادا چطور بود و اون جنگ‌های داخلی و اینها چه صورتی بود، من خیلی خیلی متشکر میشم از لطف. خواهش می‌کنم. همانطور که اطلاع دارید آقای آتابای، استیت های به اصطلاح امریکای شمالی قبلا حدود 220 سال پیش از این هر کدوم به طور مستقل توسط انگلستان اداره می شدن. هر کدوم از اینا مستعمره انگلستان بودن و به طور مستقل اداره می شدن، مثل نیویورک، مثل ایالت های دیگه امریکا و ایالت های کانادا. بعد از اینکه اون 13 تا ایالت در شمال به اصطلاح شرقی امریکا اعلام استقلال کردن که منجر به استقلال اونا به تشکیل دولت امریکا یا ایالات متحده امریکا شد، استانها و مستعمرات شمالتر که در واقع استان کوبک و استان اونتاریو، استان نوویسکوشیا یا اسکاتلند جدید، استان نیو برانزویک یا آلمان جدید، این چهار تا استان هر کدوم باز مستقلن به وسیله لندن دولت انگلستان اداره می شدن. و اینکه در سال 1867، 145 سال پیش از این، 145 سال پیش از این، رؤسای این چهار تا استان کانادایی دور هم جمع شدن و اتحادیه رو تشکیل دادن به نام دومینیون کانادا و این در واقع روز تأسیس کانادا هست که 145 سال پیش از این در اول جولای اتفاق افتاد با اتحاد چهار تا استان به صورت دولت فدرال. از اون تاریخ به بعد هم استانهای دیگری اضافه شدن به کنفدراسیون کانادا که امروز ما 10 تا استان و 3 تا تریتوری داریم که به اصطلاح کشور کانادا یا کنفدراسیون کانادا تشکیل میدن. آید، من متوجه نشدم که در مخصوصا کوبک و جاهای دیگه دلیلش چی است که اکثر مردم فرانسه صحبت میکنن. آیا جزو فرانسه بوده و باشم تحت الحمایه فرانسه بوده؟ چگونه است که اکثر مردم در اونجا زبان فرانسه دارن؟ در یه قسمت از کانادا فرانسه صحبت میکنن، دلیل اون چی؟
بله همین درست که بفرمایید استان کوبک کانادا به اکثرا فرانسوی اصل هستن و زبان رسمیشون هم فرانسه هست. حتما اطلاع دارید که مثلا بعد از کشف قاره امریکا فرانسوی ها اولین ملتی بودن که به کانادا به قاره امریکای شمالی اومدن. فرانسوی ها از طریق مثلا دریای شمال تونستن بیان داخل رودخانه به اصطلاح سنگورن بشن و اولین شهر در قاره آمریکا در همون کوبک سیتی هست که در استان کوبک کانادا در حدود 400 پوده سال پیش از این تأسیس شده که امروز هم به صورت یکی از شهرهای به اصطلاح مورد تایید کشور به اصطلاح یونسکو محسوب میشه. و فرانسوی ها که در کانادا به اصطلاح در آمریکای شمالی مستقر شدن کم کم شروع کردن به حرکت کردن به سمت جنوب از طریق رودخونه ها و طبیعی ترین رودخونه هم رودخونه سندوران بود که از طریق رودخونه سندوران خودش رسیدن به دریاچه اونتاریو و به دریاچه های پنجگانه و از اونجا اومدن شهر دیترویت رو ساختن. شهر دیترویت در واقع شهری فرانسوی است و اسمش هم فرانسویه، در فرانسه بهش میگن دتوا که بعدن انگلیسی ها به اصطلاح تلفظش رو عوض کردن شده دیترویت. و بعد از طریق رودخونه میسیسیپی فرانسوی ها همینطور مسافرت و به اصطلاح کشف زمین ها را ادامه میداد تا میرسن به جنوب آمریکای فعلی به خلیج مکزیک و در اونجا شهر نیو اورلان اورلان جدید رو میسازن. بنابراین از نظر سابقه تاریخی چون فرانسوی ها قبل از انگلیس ها رسیدن به قاره آمریکای شمالی بنابراین ستلمنت اولیه از اونا بوده و بیشتر میشنم در کوبک، در کوبک فعلی و همینطور در قسمت شمالی ایالت اونتاریو و بقیه ایالت های غربی کانادا فرانسوی ها همینطور مستقر هستند. در خود اونتاریو ما حدود 700-800 هزار نفر فرانسوی داریم در شهرهای شمالی اونتاریو ساکنند. اگر اشتباه نکنم در چند سال گذشته در اون زمانی که ما در آخر در آمریکا مسکن گرفتیم و خوشبختانه بارها من سفرهایی به کانادا داشتم، آخرین سفرم بازم به پارلمان بود اتفاقا برای همین حقوق بشر که رفته بودیم، ولی در اینجا متوجه شدم که مثل آمریکا اقوام مختلفی در اونجا هستن. اولا جمعیت خود کانادا چند میلیون هست؟ جمعیت کانادا آیتا بر حدود 32 میلیون نفر هست که جمعیت زیادی نیست. در واقع جمعیت کانادا حدود 1/10 جمعیت آمریکا هست. بله. ولی خود کانادا بزرگ و کشور بزرگی است. کانادا از نظر مساحت بعد از روسیه دومین کشور بزرگ دنیا هست از نظر مساحت، از نظر مساحت. ولی از نظر جمعیت بسیار کم. جمعیت کانادا 32 میلیون نفر هست که اکثر اونها در نزدیکی مرز آمریکا زندگی می‌کنند. در فاصله حدود 300-400 کیلومتری شمال مرز آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند. قسمت‌های شمالی کانادا بسیار کم جمعیت. پس بنابراین میشه گفت که هنوز خیلی از مناطق کانادا میتونه باز هم جمعیت بگیره و شهرسازی بشه و پیشرفتایی در جاهایی هستش که هنوز همینطور مونده یا قابل استفاده نیستن؟ همینطور است که میفرمید آقا کانادا به علت مساحت بسیار بزرگی که داره میتونه شاید بیش از 300-400 میلیون نفر رو پذیرا باشه و از نظر کشاورزی بسیار غنی هست، میتونه غذای 300-400 میلیون انسان رو تامین بکنه. اجازه بدید آتش بازی شروع شد این رو نشون بدیم و بعد خدمتتون صحبت و اگرم بشه روی آتش بازی، اگر موضوعی نیست فقط صدای آتش بازی روی هم میتونیم صحبت کنیم باز. بسن تصویر رو الان نشون میدن. به به چه زیباست. داریم تصویر از بینندگان عزیز از اتاوا کشور کانادا تصویرهای مستقیم به آتش بازی رو می‌بینیم که چند روز دیگه هم خودمون در اینجا فورت اف جولای رو همین شبیه این خواهیم داشت.
میشه گفت که جشن استقلال، سالگرد استقلال کاناداست. صدای شادی مردم میشنوید. چقدر زیباست وقتی ملتی جشن استقلال و آزادیشونو میگیره، ملتی با راحتی و آزادی کنار دولتی که انتخاب کرده میسته و همه با هم در وجودشون یک احساس غرور و افتخار برای آنچه که دارن بهشون دست میده. پس ببینید این تصویر باشه و ما هم صحبت ها رو بکنیم و تصویر صدا رو هم بذارید باشه، اشکالی نداره، بگذارید این روز جالب بمونه در تاریخ تلویزیون ما و خوشبختانه در یوتیوب. جناب دکتر، این اقلیت هایی که در اونجا هستن از لحاظ زبانی میشه صحبت کرد که تقریبا چه اقوامی در اونجا هستن که به چشم میخوره و مثلا هندی ها هستن، عرب هستن، ایرانی ها چطوری هست میشه اینا رو طبق بندی کرد بشه و آیا ازشون سرشماری درستی هست یا آدم میتونه بفهمه چند نفر و چند میلیون هم؟ عرض کنم که جمعیت کانادا که عرض کردم حدود 32 میلیون نفر هست. از این اکثریت بسیار دو قسمت تقسیم میشن در واقع. یه قسمت فرانسوی زبان ها هستن، یه قسمت انگلیسی زبان ها. فرانسوی زبان ها که اکثرا در کوبک زندگی میکنن در حدود 7 میلیون نفر از جمعیت کانادا تشکیل میدن که اکثرشون فرانسوی اصل هستن، در واقع ریشه فرانسوی دارن و البته یه تعداد زیادی هم از کشورهایی اومدن که فرانسه در اونجا زبان رسمی بوده یا زبان به اصطلاح دوم بوده، مثل مراکش، مثل بعضی از کشورهایی که در قدیم مستعمره فرانسه بوده و زبان فرانسه در اون کشورها رواج داشته. بقیه جمعیت کانادا به اصطلاح انگلیسی زبان هست و این انگلیسی زبان ها مشمل بر خود انگلیسی لهستا میشه، اسکاتلندی لهستا، نیوزلندی لهستا که زبانشون به اصطلاح زبان انگلیسی هست، و بعد بقیه مردم مثل ایرانی ها، هندی ها، چینی ها، پاکستانی ها، عرب ها، آلمان ها و بقیه ملیت های اروپایی که اومدن اینجا، اینا اغلبشون به انگلیسی صحبت میکنن، ضمن اینکه زبان اصلی خودشون رو دارن. در کانادا ما دو تا زبان رسمی داریم، انگلیسی و فرانسه، تمام مدارک دولتی به این دو زبان هست، ولی در این حال بقیه زبان ها هم آزاد هست، به این معنی که شما میبینید در خیابون های مثلا شهر تورنتو تابلوی مغازه ها به زبان های مختلف نوشته شده، یا اگر بگم به یک گورستانی برید میبینید که سنگ قبرها را به زبان‌های مختلف نوشته شده. بنابراین هیچ محدودیتی نیست که کسی زبان خودش را نتونه صحبت بکنه. اتفاقا برعکس تشویق میشن مردم که زبان خودشون، فرهنگ خودشون رو حفظ بکنن، ضمن اینکه زبان رسمی زبان انگلیسی و فرانسه هست. بزرگترین ملیت عرض کردن ملیت فرانسوی هست و به تعداد اونها یا شاید یه قدری بیشتر از اونها انگلیسی لهستا هستن، و بعد از اون ملیت هایی که به اصطلاح درصد بزرگی رو تشکیل میدن فکر میکنم چینی ها و آسیای جنوبی ها که شامل هندی ها و پاکستانی میشن بزرگترین رقم اقلیت ها رو به اصطلاح نشون میدن. و در خود شهر تورنتو آتابای حدود 200 زبان در خونه هاش صحبت میشه و این نشون دهنده این است که 200 ملیت مختلف در این شهر مثلا چند میلیون نفری در صلح و صفا زندگی میکنند. در همین جایی که ما زندگی میکنیم همسایه های ما ایرانی هست، توشون چینی هست، هندی هست، پاکستانی هست، کلیمی هست، فیلیپینی هست، مجار هست، انگلیسی هست، فیلیپینی هست، همه ملیت ها در واقع در همین شهر زندگی میکنند و همه هم با صلح و صفا با هم زندگی. میتونیم بگیم چند نفر ایرانی در اونجا در کانادا هستن و بیشتر ایرانی ها در کدوم ایالت یا شهر هستن؟ ایرانی ها اینجا حدوداً 150,000 تا 200,000 نفر تخمین زده میشن که اکثریت اونها شاید حدود بیش از 100,000 نفرشون در شهر تورنتو زندگی میکنن. دومین محل شهر ونکوور هست که احتمالاً 50-60 هزار نفر میانی در اونجا زندگی میکنن، و
و بعد از اون شهر مونتریال هست که شهر دو زبانی است در ایالت کوبک که هم انگلیسی صحبت میکنن هم فرانسه و ایرانی هم اونجا زیادن، 60-40 هزار نفر ایرانی در مونتریال باشن. در بقیه شهرهای کانادا هم حتی شهرهای کوچک هم امروزه ایرانی هستن که به تعداد آنها کم یا زیاد زندگی میکنن. آیا خود ایرانی ها در اونجا سازمان های فرهنگی دارن یا سازمان های سیاسی دارن و یا فعالیت هاشون در کشور کانادا به چشم میخوره؟ البته میبینم به چشم میخوره چون وجود خود شما که باعث افتخار همه ماست، یکی از اهمیت دادن ایرانی های کانادایی هست به اون که بخواهن نماینده هایی از سنن خودشون و فرهنگ خودشون داشته باشن در اون کشور. عرض کنم که ایرانی های بزرگ شهر تورنتو خیلی متشکل و متحد و متفق هستن. انجمن های متعددی ما اینجا داریم، انجمن های حرفه‌ای مثل انجمن مهندسین، انجمن وکلای ایرانی، انجمن پزشکان، انجمن دندانپزشکان، انجمن معلمین و خیلی انجمن زنان و خیلی انجمن های حرفه‌ای و اجتماعی مشابه اینها هستن در بزرگ شهر تورنتو که فعالیت مشغولن. شاید تعدادشون بیش از 35 یا 40 انجمن باشه. از نظر مطبوعاتی شهر تورنتو بسیار غنی هست، جامعه ایرانی منظورم هست، شاید بیش از 25 نشریه مثل هفتگی یا ماهانه یا فصلی در همین بزرگ شهر تورنتو منتشر میشه به زبان فارسی و ارسلم که حدود 2-3 تا تلویزیون ایرانی اینجا هست به اضافه یک رادیو. از این نقطه نظر هم جامعه ایرانی بسیار متشکل است. مرتب برنامه های پیکنیک ترتیب میدن به خصوص در ایام تابستان. دیروز مثلا برنامه بود در یکی از میدان های مهم شهر تورنتو، جمعیت زیاد از ایرانیان جمع شده بودن که تابستان روزی رو لحظاتی رو با هم بگذرونن. برنامه های مثلا فرهنگی متعددی رو اینجا برقرار میکنن که ایرانیان شرکت میکنن. اخیراً حدود 2 ماه پیش از این خانم گروش اینجا تشریف داشتن که بیش از 6000 نفر در کنسرت ایشون به اصطلاح شرکت کردن و در انتخابات من هم ایرانی ها بسیار کمک میکنن. و اتفاقا در همین سال 2011 حدود 1 سال پیش از این که انتخابات در اینجا برگزار شد بیش از 350 نفر از ایرانیان اومدن در انتخابات برای من کمک کردن. واقعا اتحاد و اتفاق و جامعه ایرانی در بزرگ شهر تورنتو بسیار قابل تقدیر و قابل ستایش هست و چشمگیر هم هست، به طوری که بقیه جوامع کانادایی هم وقتی که این اتحاد انسجام رو میبینن با هم تعجب میبرن. بسیار زیباست. ما هم حاضریم هر وقت که شما هم بفرمایید بیام در کار کمک های انتخاباتی در خدمتتون باشیم. شما هم باعث افتخار ما ایرانی ها هستید. سرفراز بفرمایید. درس کنم که آقای دکتر، رابطه کانادا با ایران، با حکومت جمهوری اسلامی آیا الان چطوره و آیا تغییراتی در چند سال گذشته پیدا شده از لحاظ سیاسی رابطه دو کشور؟ رابطه دولت کانادا و دولت ایران تقریبا به شکل یک نوع حالت نرمالی داشت تا زمانی که زهرا کاظمی خبرنگار به اصطلاح کانادایی ایرانی عصر در زندان اوین به نحو بسیار دلخراشی کشتن ایشون رو و از اون موقع تا حالا رابطه سیاسی دولت کانادا با ایران در پایین ترین سطح خودش هست و از این نظر البته خب جامعه ایرانی هم طبیعتاً با مشکلاتی مواجه میشن برای اینکه مسائل ویزا، مسائل رفت آمد تحت تاثیر همین روابط سیاسی قرار میگیره به خصوص مسائل اقتصادی، ولی به هر حال اونچه که هست دولت کانادا و دولت ایران رابطه سیاسی در سطح سفیر نداره، فقط در سطح کاردار با هم دیگر در ارتباط هستن. عرض کنم که به خدمت شما برگردیم سر مسئله داغی که ما در آمریکا واقعا آقای دکتر از شما چه پنهان، ما هممون کشمون ترسیده، یعنی تغییراتی که داره میشه هر روز چون به قول معروف سابقه خرابه. ما تغییراتی که در ایران شروع شد دیدیم و بهانه همه دنیا و تشویقا و حرفایی که تبلیغاتی میکردن راجع به این حکومت اسلامی که میخواهن آزادی سیاسی رو بیارن، چون فکر میکنم که منصفانه اگر قضاوت کنیم در ایران قبل از جمهوری اسلامی در ایران پادشاهی
ما نمیتونستیم بگیم که همه چیز رو داشتیم، چون همه چیز که نمیتونه، در هیچ جا همه چیز وجود نداره، ولی اصلا قابل مقایسه با کشورهای منطقه نبودیم، هم از لحاظ پیشرفت اجتماعیمون و خود پیشرفت اقتصادی که بود، ولی خب گرفتاری ما آزادی سیاسی و حزبی وجود نداشت. حالا اگر بخوایم راجع به اون بحث کنیم که خیلی بحث وقت شما منقدر گرانباز که من مزاحمتون نمیخوام بشم، ولی میخوام ببینم که ولی بعد از اون دیدیم که جهان آزاد همه کشورها چگونه با خوشبینی و یا اینکه نمیدونم جوابش هنوز نتونستم بفهمم، بارها هم سوال کردیم و جای جواب نگیر، به چه دلیلی در حدود 25 یا 26 سال گذاشتن تا حکومت بالاخره جا افتاد، هر چی کار کرده بود نه حقوق بشری صحبتی کرد، نه کشتارهایی که شد از ایران صحبتی شد، و بعد خب از زمان گذشته هم به ایران اجازه داده بودن که برای انرژی اتمی بتونه کاری انجام بده و پایهاش در اونجا گذاشته بود، پایگاه بوشهر اول اصلا قرار بود که در اونجا درست بشه، و بعد رفته رفته این حکومت رو اونقدر اجازه دادن که هر کاری رو بکنه، رسید به جایی که هم الان از لحاظ امنیت جهانی مورد سوال هست و متاسفانه فشاری هم که در ایران به ملت ایران میاد بیش از اندازه است، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ حقوق بشر و و و همه چیزهایی که شما بهتر از من میدونید. حالا وقتی که اتفاقات پس از اونم اتفاق میفته، من به عنوان یک نفری که در میدیا هستم نگاه که میکنم میبینم عجب داره همه چیز بر علیه کشورهای آزاد تا حتی آمریکا داره پیش میره و کجا خواهد رفت نمیدونم. هر چقدر پیش خودم فکر میکنم که مثل بقیه مردم بگم آقا خب اینا حتما نقشه های آخرشون چیز دیگه است، ولی من میبینم روز به روز بدتر میشه. نگاه کنیم به کشورهای همسایه ما، به عراق، جنگ خانمانسوزی که در عراق و ایران و بالای 1 میلیون از دو کشور کشته شدن، و بعد حکومتی رو که از آمریکا رفت و اونجا نشست، باز هم مسئله سنی و شیعه هنوز ادامه داره. بعد دیدید که لیبی به چه صورتی در اومد، و مصر که میتونم بگم یکی از کشورهایی است که در اون منطقه مثل ایران جمعیت بزرگ داره و اهمیت بزرگی در دنیای عرب داره، که اصلا مصری‌ها بعضی هاشون که خیلی اهل ادبیات و تاریخشون هستن گاهی وقتا خودشون عرب هم نمیدونن. ولی دیدیم الان اولا با خوشبینی همه فکر کردن که اخوان المسلمین که برنده شد و حکومت رو به دست گرفت، اخوان المسلمین هنوز کشور آمریکا و تحت رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا فکر میکنن که اخوان المسلمین حرفایی که آقای رئیس جمهور جدید میزنن اینها حرفایی است که عمل خواهد شد، ولی بلافاصله در عرض چند روز متوجه شدیم که ایشون اولین چیزی که میخواد آزادی یک توریست تندروی که همکاری با اخوان المسلمین هم داشته و در بمب‌گذاری آمریکا بوده. از اون برم سوریه است که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است و اونم در این بنبست گیر کرده. شما به عنوان یک سیاستمدار و به عنوان عضو پارلمان واقعا چه خواهد شد؟ یعنی فرض کنیم که اگر مصر هم مثل ایران و تبدیل بشه به کشوری ضد کشورهای آزاد، و در ضمن در حقیقت الان باید دید و از لحاظ سرجیشی میبینیم که واقعا اسرائیل هم در یک حلقه حکومت‌های مخالفش گیر کرده، از اون ور حزب الله است، از این ور الان آقای اسد، و بعدش هم الان مصر که با این وجود که ایشون میگن من اون قرارداد صلح بین اسرائیل و مصر رو قبول دارم. نظر شما چیست؟ عرضم که آقای طبای این موضوع در واقع به نظر من دو ریشه داره، یا دو عامل داره. یکی از عوامل خارجی، عوامل بین المللی هست که فرمودید. خب به اصطلاح قدرت‌های خارجی، قدرت‌های بین المللی در تحولاتی که در منطقه خاورمیانه به اصطلاح در همه جای دنیا اتفاق میفته، قدرت‌های جهانی امروزه تاثیرگذار هستند، هیچ شک و شبهه درش نیست. هر اتفاقی در کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا جهان دوم به ظهور می‌پرونده، حتما قدرت‌های جهانی یک دستی اونجا دارن. ولی عامل دوم در واقع به نظر من عامل مهمتر مردمان خود اون کشورها هستند. ما در مصر می‌بینیم که اخوان المسلمین با 52% رأی
میاد روی کار، نه با 98% 99% یا 100% رأی. خب این نشون میده که مردم از نظر به اصطلاح تحولات سیاسی، تفکر سیاسی به یک مرحله بلوغی رسیدن، حداقل نصف جمعیتشون به این بلوغ رسیدن که به اخوان المسلمین رأی ندادن و رأی ندادن. و در کشور عزیز ما ایران هم در واقع وقتی همچین وضعیتی به وجود بیاد، ما الان حدود 4-5 میلیون احتمالاً ایرانی در خارج از ایران هستیم و همه اون در کشورهای به اصطلاح آزاد دموکراتیک اروپای غربی یا امریکای شمالی زندگی میکنیم و زمانی هم که در اینجا زندگی میکنیم یکی دو روز نبوده، حدود بیش از 30 سال هست که اغلب داریم در این کشور هم زندگی میکنیم، ولی هنوز اون تشکل و اتحادی رو که ایرانیان خارج از ایران و به وجود بیارن و اون سیستم دموکراتیکی رو که در کشور خودمون میخوایم پیاده بکنیم و اینجا بین خودمون این سیستم دموکراتیک رو پیاده بکنیم، بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم، بتونیم سر یک موضوع که اون به اصطلاح جایگزینی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی با رژیم مردمی دموکراتیک ایران آینده، حالا به هر شکل و ظاهری که میخواد داشته باشه ولی ماهیتش باید دموکراتیک باشه، ماهیتش بر مبنای اراده مردم باشه، ما در همین هم نتونستیم تا حالا توافقی بکنیم. این همه احزاب سیاسی داریم، شاید بیش از 20 حزب سیاسی یا گروه سیاسی هستن که ظاهرا میخوان رژیم جمهوری اسلامی بره، ولی جاش چه بیاد؟ هر کدوم میخوان خودشون جاش بشینن. خب مردم هم طبیعتا اینجا نخواهند پذیرن. بنابراین واقعا لازمه برای ایرانی ها به خصوص کسایی که در به اصطلاح بخش سیاسی برن کار میکنن، احزاب سیاسی برن فعال هستن کار میکنن، بتونن این رهبریت رو به عهده بگیرن، بتونن اختلاف نظرها کنار بگذارن، بتونن دور هم جمع بشن سر یک موضوع که میتونن توافق بکنن، میتونن یک شورای تشکیل بدن که هم مردم ایران در داخل امیدی پیدا بکنن و همین که دنیای غرب، دنیای به اصطلاح بین المللی هم، قدرت های بین المللی هم بدونن که با چه کسی، با چه کسانی سر کار دارن. ما متاسفانه به این مرحله هنوز نتونستیم برسیم و این یک نقص بسیار بزرگی هست در روند دموکراسی سازی کشور عزیز ما ایران. دموکراسی هم همونطوری که خود شما بهتر از هر کسی میدونید آقای اتابایی، حرکت یک روز و دو روزه نیست، واقعا باید تمرین کرد، باید ما نهادهای دموکراتیک رو باید به وجود آورد، همین احزاب سیاسی مخالف که در خارج از ایران هستن، اپوزیسیون یا خودشون، باید در درون خودشون سیستم دموکراتیکی رو به وجود بیارن که کم کم بتونن این سیستم دموکراتیک رو به جامعه انتقال بدن. ما هنوز به اصطلاح در این مسائل یه مقداری عقب موندیم که باید عقب موندگی رو جبران بکنیم تا بتونیم مملکت خودمون رو در آینده دموکراتیزه بکنیم و در ضمن آینده ایران رو هم که به مقدار زیادی بستگی خود ما ایرانیان داره. ما میبینیم در نهضتی که 3 سال پیش از این در اعتراض به انتخابات تقلبی ریاست جمهوری در ایران انجام شد و مردم میلیون ها نفر ریختن تو خیابون ها و رژیم جمهوری اسلامی مردم رو بلوک کردن خیابون ها، که نمونه بارز اون ندا هست که با اون چشمانی که به اصطلاح به همه ما نگاه میکرد، به همه دنیا، به همه ایرانیان نگاه میکرد، اون نگاه ندا در واقع به همه ما میگفت که امیدوار باشید در ایران حکومت مردمی، حکومت قانون روزی برگزار خواهد شد. ولی ما میبینیم که آیا تو در اون روزا و اون حرکت در واقع بیش از 2 هفته طول نکشید و علت اصلیش این بود که رهبریتی نداشت. مردم به هیچ وجه نمیخواستن دنبال آقای موسوی آقای کروبی برن، بلکه همه میدونستن آقای کروبی آقای موسوی مثل بقیه زعمای این رژیم هستن، فرقی با هم ندارن، این آقایون هم از به اصطلاح مؤسسین این رژیم هستند و بودند و مقامات عالی رتبه داشتن در این رژیم، بنابراین تفاوتی با بقیه این آقایون نداشتن، مردم دنبال اینا نبودن، ولی رهبریت دیگری نبود و به علت نبود رهبریت اون جنبش هم میبینیم که بعد از یه زمان نسبتا کوتاهی خب از بین رفت و مردم حالا منتظرن تا موقعش برسه تا بتونن دوباره بریزن خیابونها، بتونن به سمون احساساتشون رو بیان بکنن، تا بلکه بتونن در زادگاهشون، در مملکتشون حکومت قانون و دموکراسی رو برقرار بکنن. ولی نکته خیلی مهمی که هست آقای اتابایی این هست که حکومت دیکتاتوری در هیچ جای دنیا نتونسته دوام بیاره، حتی در تاریخ 2500 ساله مدون کشور عزیز ما ایران هم ما می‌بینیم که سلسله‌های پادشاهی اومدن و رفتن. خب این
پادشاهان قدیم و دموکرات که نبودن، که پادشاهان در خیلی از کشورهای دنیا دموکراتی بودن. سیستم مالیات اینطور بوده در گذشته، حتی در کشورهای دموکراتیک پادشاهی امروزی مثل انگلستان یا سوئد، وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم ببینیم که خب در 20 سال 300 سال پیش از این اونها هم کشورهای پادشاهی دموکراتیک نبودن. کشورها در این کشورها سیستم پادشاهی درست تحول پیدا کرده و تبدیل شده الان به یک حکومت پادشاهی دموکراتیک که هر از خیلی از جمهوری‌های دموکراتیک دموکرات‌تر هستن اون کشورها. بنابراین ما در گذشته می‌بینیم که سلسله‌های پادشاهی اومدن و رفتن. در کشورهای دیگر هم دیکتاتورهایی بودن، مثل هیتلر بوده در آلبان، نمی‌دونم فرانکو در اسپانیا، میلوسویچ اخیراً در یوگسلاوی و خیلی دیکتاتورهای هیچ کدوم از اینا تا ابد نمودن. همه اینا از بین رفتن، فقط یه مدت زمانی رو در رأس قدرت بوده و بعدا به علتی به جهتی از بین رفتن. صدام حسین یه نمونه بارزش، قذافی یه نمونه دیگرش، اثر طبیعتا خواهد رفت. این است که این حکومت و این رژیم اسلامی هم گرچه به ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی مذهبی متکی هست و از افکار به احساسات مذهبی مردم رو سوء استفاده میکنه برای اینکه بتونه استراب حکومتش ادامه بده، ولی این حکومت هم همتای حکومت کمونیستی شوروی که اون یکی بر مبنای ایدئولوژی ماتریالیستی بوده و اون یکی بر مبنای ایدئولوژی بسیار دینی خودش رو بند کرده بهش تا بتونه بر مردم سوار بشه و مردم رو به خون اموال مردم رو به تاراج ببره، به خون مردم دستش آلوده هست، این رژیم به محیط زیست مردم دستش آلوده هست، این رژیم هم نخواهد تونست زیاد در اون بیاره. کسی باور میکرد که رژیم شوروی بعد از 70 سال اون قدرتی که داشت، یکی از قدرت‌های به اصطلاح بزرگ دنیا بود، یا بپوسه و یا بریزه. این اصلا باور کردن این رو 20 سال پیش ولی اتفاق افتاد. این رژیم هم همونطور خواهد شد، منتها وقتش برسه. آقای دکتر، رژیم جمهوری اسلامی امروز از لحاظ سیاسی حرفای متناقضی زده میشه و بعضی ها دلیل این رو میارن برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی چگونه بره. من و آنهایی که به ایران آزاد فکر میکنیم و به محتوای حکومت بیشتر از نامش اهمیت میدیم، بارها در حد خودمون برخلاف این فرهنگی که ما داریم، خب برای که سالها در کشوری زندگی کردیم که اگر کسی به دولت اعتراض میکرد مورد حمله قرار میگرفت دیگه، روی این اصل. ولی با وجود بارها خود من چه به زبان فارسی که همه اونا میدونن چی هست، چون در حکومت‌های آمریکا و تحت اروپا ایرانی‌ها در مقام‌های مهمی هستن در قسمت‌های مختلف، از سیاسی گرفته تا امنیتی، و گاهی وقتا که پام هم میرسه یا با کسی اینا میشه به زبان خود انگلیسی هم هستیم اینا صحبت میکنیم و میگیم که چرا شما در 2009 که مردم ایران به خیابان اومدن چرا حمایت نکردید؟ چرا آقای اوباما شما اون حمایتی که از کشورهای دیگه کردی چرا از مردم ایران نکردید؟ و متاسفانه توجهی به این کار داده نمیشه. ولی حالا بیایم ببینیم که اگر شما وقت داشته باشید، بسیار متشکر میشم اجازه بدید، برای اینکه کمتر میشه شما رو با اون مشغلیتی که دارید ما بتونیم پیدا کنیم و از محبتتون استفاده کنیم. ما الان میایم بر چند بحث، یعنی طرح و تئوری که وجود داره صحبت میکنیم. یکی این خواهد بود که بدترینش رو من شروع میکنم، که ایران در اثر کارهایی که میکنه به صورت نظامی درگیر بشن باش. اولا هر کسی برای خودش چیزی میگه، از این ور میگن اسرائیل حمله میکنه، اسرائیل میاد فردا میگه من حمله نمیکنم، از اون طرف خود آمریکایی‌ها گروه‌های چون کشور آزادی است بحثاشون رو من می‌بینم در تلویزیون‌های مختلف میگن که اسرائیل اصلا قدرت نداره به اونجا برسه، 2000 مایل و چطوری می‌خواد بره و سوخت نگیره، بدون اینکه مثلا بگن که آقا مثلا در همین چند وقت گذشته رابطه آذربایجان با ایران برای چی به هم خورد؟ برای اینکه آذربایجان اسرائیل رو قبول کرد که حالا اگر هواپیماهای دران رو بدون سرنشین رو در اونجا میگذارن که پایگاه داشته باشه، و ظاهرن و تا حالا بدون لوازم موشکی و اینها و وسایل موشکی باشه برای جنگ و اینجا، فقط میسونه جاسوسی باشه یا اینکه اطلاعاتی باشه. ولی خب اینا رو اصلا صحبت نمی کنن. پس یک نفر یک جا خواهد بود که
که ایران مورد حمله قرار بگیره، بدون اینکه در نظر بگیرن خب یه روز روسیه همینطوری که می‌بینید تا همین الانم داره فشار میاره که چرا ایران رو به بازی نمیگیرید، چون منافعش این است که روسیه قبول نمیکنه که بیان تمام این قسمت‌ها آزاد بشه و روسیه که در این مدت در بودن ایران به منافع بسیار زیادی رسیده بتونه با سودش ازش کم بشه. اگر که حرکت نظامی نباشه، راه دیگش، تنها راهی که میمونه بر دو قسمت میشه. یکی برخواستن مردم، که بدترین اون برخواستن مسلح بودن مردمی که بعضی وقتا هم افرادی رو من میشناسم و میبینم تا حتی جوانانی که عضو فیسبوک و اینترنت و با ان آی تی وی هستن میبینم گاهی وقتا با عصبانیت همچی حرفایی رو میزنن بدون که در نظر بگیرن عاقبت این کار چه خواهد شد. آیا این درگیری ها به راحتی تموم میشه؟ کشتاری که میشه چی خواهد بود؟ از کشور چی میمونه؟ و اسلحه ها رو چی خواهد داد؟ این آیا دو مرتبه امکان داره که مثل 33 سال پیش سپاهیان همه اسلحه‌شون پایین بذارن یا در زرادخونه های سپاه رو باز کنن بگن ملت بیان بگیرن و همون کاری که کردن و بعدش هم هیچ کاری نکنن؟ خیلی کم امکان داره، برای اینکه اینها نه نظامی بودن نه افرادی بودن که دوره دیدن برای مملکتشون و به ایران هم زیاد علاقه ندارن. با اون چی که علاقه دارن آقای خمینی است و آقای خامنه‌ای است و به نظر خودشون الله که خداییست که غیر از خداهای ادیان دیگه است. اگر که به این صورت بشه که فاجعه است. راه دیگه ای که کشورهای دیگه رفتن و به نتیجه رسیدن و اون هم حتما با حمایت کشورهای آزادی خواه اگر باشه، که من بدون هیچ تعارفی بگم مسئله اینه که این آقایون الان فکر میکنن که کشورهای مختلف اگر کمک کنن هیچ چیزی دیگه نمیخوان، همچی چیزی وجود نداره. در هر حال تا حتی حداقلی که کشور واقعا دموکرات بخواد از این حرکت، برای اینکه اولا منافع و این خطرهایی که وجود داره در دستاراش از اون کشور از اون منطقه کم بشه، ثانیا حداقل کشوری باشه که باش رابطه آرام و خوب و منصفانه ای داشته باشه. و این رو ما دیدیم چگونه میخواد آمریکا اگر میخواست از ایران حمایت کنه و کشورهای دیگه اگه میخواستن حمایت کنن چرا تا حالا نکردن؟ چرا در این 33 سال نکردن؟ چرا 25 سال تا حتی پرچم آمریکا رو آتیش زدن؟ به آمریکا مرتب توهین کردن، سربازای آمریکایی رو و نیروهای نظامی آمریکا رو کشتن و به وسیله تروریست‌های دیگه در خود آمریکا بمب‌گذاری کردن؟ همه این چیزها رو که وقتی میبینیم بعد ناامید میشیم، میبینیم که باید از اینی که حالا بعضی ها با عنوان عضویتشون در احزاب سیاسی مختلفی که میگه دموکرات ها تقصیر دارن چون در زمان دموکرات ها ایران اینطور شد یا اینکه ریپابلیکن ها هستن، ما همه دورهای ریپابلیکن و دموکرات هم دیدیم، متاسفانه هیچ کدوم به اون صورت به ایران توجه نکردن. به نظر شما این مشکلات یک طرف، ولی آنچه که شما گفتید اون درد واقعا وطن کشه. یعنی من بارها دیدم و دارم میبینم تا حتی در میدیه های ایرانی افرادی که واقعا تحصیل کرده هستن، افرادی که خب با حکومت پادشاهی مخالف بودن، اشکالی هم نداره، هر کسی میتونه با هر چیزی مخالف باشه یا موافق باشه، ولی در این زمان خاص که اصلا معلوم نیست اسم حکومت چی باشه، تا حتی نه بعضی ها هم حاضر میشن همونطور که شما گفتی هر کس میخواد خودش بیاد بشینه یه جایی کاری رو بکنه و متاسفانه نه قدرتش داره نه میتونه مردم حرفش گوش میکنن. آخه یه نفر به لیدری رسیدن یا رهبری رسیدن یا یه گروه تا حتی به لیدرشیپی رسیدن برای این بعد در این موقعیت خاص چند چیز میخواد. یکی اینکه مردم اونها رو اعتماد داشته باشن، دوم بدون پول و بودجه هیچ کار نمیشه کرد، شما میدونید. ولی متاسفانه گاهی وقتا آدم فکر میکنه افرادی رو که میشناسه تا حتی کاری نمیکنه که جمهوری اسلامی میخواد. یعنی تا حرکتی یک جا میشه، حالا اگر اشکال هم توش باشه، بدون که به اون اشکال بررسی کنن، اون چیزی رو که عقیده شخصیشون هست، یعنی بنده که طرفدار من خودم بذارید نگم، و اگر حسن به خاطر طرفداریش مثلا از جمهوری با پادشاهی مخالفه، الان فقط حملهشو به گروه پادشاهی میکنه، یا حسین که طرفدار گروه پادشاهی است، همه دشمنیاش و حملهاش رو بدون که خودش هنوز قدرتی داشته باشه به جمهوری خواها میکنه. این یکی از دلایلی است که متاسفانه سالها گذشته و بعضی از سیاستمداران آمریکا و یا
اعضای پارلمان وقتی ازشون سوال میکنید سوالی میکنن که آدم دیگه باید سرش پایین بندازه و اون این است که شما راجع به چی صحبت میکنید کدوم یکی از شما ایرانی ها اومدید دور هم جمع شدید و یک کار درستی کردید و گفتید و به مردم هم گفتید چی میخواید و چی میخواید و آینده ایران باید چطور باشه و ما بفهمیم با چی طرف هستیم شما هر کدوم یه حزب 10 نفره درست کردید فقط تنها گروهی که مرتبا داره هم فعالیت میکنه و هم از لحاظ نظامی هم بوده مجاهدینه که از اون طرف ما هم فکر نمیکنیم در ایران مجاهدین بتونن مردم رو بیارن که به خیابون بیان و بعد حکومت رو از آخوندا بگیرن به مجاهدین بدن من زیاد صحبت کردم ولی خواستم همین چیزها رو بگم اگر لطف کنید اگر امکان داشته باشه ببینیم چی هست شاید شما بتونید چون شما در حال در موقعیت و در مقامی هستید چه چیزهایی رو میدونید که ماها نمیتونیم بدونیم عرصم که آقای عطابای واقعا لب و مطلب شما باز کردید و اشاره کردید برش ما مشکل ما همینیست که برمودیم مشکلات ما برمیگرده به خود ما ایرانی ها به خود این احزاب سیاسی و اپوزیسیون ایرانی که بعضی هاشون همونطور که برمودی شاید 10 نفر 20 نفر یا 100 نفر 1000 نفر حتی دور هم جمع شدن به حزبی رو تشکیل دادن و این گروه های به اصطلاح اپوزیسیون هیچ کدوم هم دیگر قبول ندادن و اصولا به جای اون ماهیت موضوع رو بهش بچسبن که در واقع ایجاد حکومت دموکراتیک غیر ایدئولوژیکی در ایران بر مبنای قانون بر مبنای قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر مبنای اینکه همه افراد ایرانی از هر جنسیت زن و مرد و از هر ملیت ایرانی هم از فارس و ترک و بلوچ و عرب و لور و بختیاری و ترکمن و تابع هر دین مذهبی مثل اسلام و نمیدونم شیعه و سنی و بهایی و مسیحی و یهودی و همه مذاهب همه ایرانی ها فقط صرفا به معنا به علت اینکه ایرانی هستن باید از حقوق یکسان و طبق قوانین و مملکت زندگی بکنن و بتونن حق داشته باشن این در واقع اساس قضیه است اگر کسی به اون اساس قضیه که حکومت قانون حکومتی بر مبنای قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر مبنای احترام به حقوق حقیقی فردی و گروهی مردمانی که اون سرزمین ایران مردمانی که ملت بزرگ ایران رو تشکیل میدن و حکومتی که بر مبنای قانون باشه ما اگر به این علاقمند باشیم بقیه شکل ظاهری حکومت چه فرق میکنه در دنیا ما میبینیم حکومت‌های سلطنتی هست مثل انگلستان و سوئد و بلژیک که دموکرات‌ترین کشورهای دنیا هستند در مقابل حکومت‌های جمهوری هست مثل آمریکا مثل فرانسه مثل آلمان اونها هم دموکراسی هستند در مقابل حکومت‌های پادشاهی هست که دیکتاتوریه و در ضمن جمهوری‌هایی هم هست که دیکتاتوری اتفاقاً بدترین دیکتاتوری ها رو جمهوری ها داشته مثل صدام حسین مگه رئیس جمهور نبود قذافی مگه رئیس جمهور نبود آقای بشار الاسد مگر رئیس جمهور نیست بنابراین ظاهر حکومت جمهوری یا سلطنتی اصلا مسئله ما نیست مسئله ما در حال حاضر اون چیزی که اپوزیسیون باید بهش فکر بکنه این است که در ایران میخواییم حکومت دموکراتیک حکومتی که همه افراد ملت یکسان باشن حتی رئیس دولت رئیس کشور هم در مقابل قاضی در مقابل قضاوت سر تعظیم باید رو بگیره هیچ احدی بالای قانون نیست شما ملاحظه می‌کنید وقتی چند سال پیش از این در همین کانادا آقای جان کرتشکن نخست وزیر بود پسرخوانده ایشون یه خلافی کرده بود ایشون دادگاه خواسته بودن نخست وزیر برای اینکه پسرخوانده‌اش تنها نباشه در دادگاه خودش هم رفت دادگاه با این نخست وزیر بالاترین مقام این مملکت وقتی وارد دادگاه شد مثل همه مردم قاضی هم که نشسته اون بالا تعظیم کرد به قاضی خب در یه همچین وضعیت یا در پارلمان ما در پارلمان ما وقتی داخل سالن پارلمان میشیم هممون من یا نخست وزیر رئیس پارلمان که نشسته سر میز ریاست پارلمان همه بهش تعظیم میکنن یعنی در واقع اون احترام هست احترام به حکومت قانون است ما باید در مملکتمون سعی بکنیم گروه های سیاسی این فلسفه رو پیش ببرن وقتی همه بر این موافق بودن اون وقت بتونن همدیگر تحمل بکنن بتونن سر یک موضوع که موضوع خیلی موضوع ساده ایه حکومت دموکراتیک و آزاد در ایران اگه کسی با این موافقه خب باید بیا جلو اونایی که میخوان فقط خودشون باشن خب اینا میخوان یه دیکتاتوری بردارن جاش یه دیکتاتوری دیگه بذارن مردم ایران همچه اشتباهی رو دیگه نخواهند کرد
مردم ایران محال است که یه دیکتاتوری اسلامی رو بردارن و یه حکومت ایدئولوژیکی و هر حکومت دیگری رو که بر مبنای حکومت فردی و گروه خاصی باشه بخوان سر جاش بذارن. حکومت آینده ایران همین مثل الان مثال زده شما اخوان همسین با 50% رای اومده خب در انتخابات بعدی ممکنه مردم مثلا 48% بهش رای بدن و اینها برن کنار یک کس دیگه رو سر کنن. ما باید در مملکتمون دنبال یک همچین سیستمی باشیم، ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم خودمون باید متحد بشیم، خودمون باید بتونیم، یعنی منظور از خودمون احزاب سیاسی که در خارج از ایران اسم اپوزیسیون دارن، اینا بتونن با هم دیگر به صورت دموکراتیک رفتار بکنن. خب احزاب سیاسی در امریکا در کانادا زیادن، کم نیستن. در همین پارلمان ما 3 حزب حضور دارن. ما وقتی در جلسه پارلمان هستیم خب با هم دیگر بحث میکنیم، مجادله میکنیم، بیرون از پارلمان مثل 2 دوست با هم میریم نهار میکنیم، قهوه میکنیم، با هم دوست هستیم. چرا؟ برای اینکه همه ما هدفمون خدمت به این مملکته، راهامون متفاوته. بنابراین احزاب اپوزیسیون ایرانی هم باید همچین تفکری رو در خودشون جا بندازن، بتونن دور هم جمع بشن، بتونن با هم دیگر توافق بکنن تا اینکه واقعا راه حلی از مجموعه این افکار برای ایران به اصطلاح پیدا میشه و قدرت‌های جهانی هم بدونن که با کی طرف هستن. بعد مشکل بزرگی در 30 سال گذشته این نبوده که جمهوری اسلامی قوی بوده، مشکل این بوده که رهبریتی نداشته جامعه ایرانی، دنیا هم نمی‌دونسته با کی باید طرف بشه. وقتی میگن اوباما چرا نیومد از ملت ایران حمایت کرد، اوباما از کی حمایت میکرد؟ از 30 میلیون نفر تک تک میومد حمایت میکرد؟ نه، باید یه گروهی میبود که اوباما میرفت با اون گروه صحبت میکرد، میگفت که بله ما داریم از شما حمایت میکنیم، برین این کارا رو بکن. همچین گروهی نبود. دنیا واقعا خودش رو در یک وضعیتی دید که فقط یه 2-3 میلیون مردم تو خیابونا دارن تظاهرات میکنن، جمهوری اسلامی هم داره اینا رو میکنه و رهبریتی هم نیست. اونها که باور نداشتن، مردم ایران هم باور نداشتن که آقای موسوی یا آقای کروبی رهبر این جمهوری هستن. مردم برای رئیس جمهور شدن کروبی یا موسوی که نمیتونن خیابان هم خون بدن، اینا رو دیده بودن قبلا، ایشون رئیس مجلس و اون یکی هم نخست وزیر رئیس جمهور بود، همه اینا رو دیده بودن. ولی مردم میخواستن که حکومت قانون و دموکراسی رو به ایران بیارن. اینکه ما با این کمبود بزرگ مواجه بودیم، متاسفانه که هنوز هم هستیم. آقای دکتر، شما به قول ما ایرانی‌ها لپ کلام رو گفتید و متاسفم واقعا آقای دکتر که اینو بگم، ما در خارج از کشور خیلی چیزها رو که در کشورمون امتحان نکرده بودیم کردیم. با آزادی‌هایی در خود آمریکا میگم ما دست پیدا کردیم، در تمام دنیا بوده، در سوئد هم بوده، در کانادا هم بوده، در کشورهای مختلف آزادیهایی به ما دادن که تا حتی در کشور خودمونم در سابق نداشتیم. یکی از اون آزادیها میدیاست. ما آنچه که داشتیم در گذشته میدیایی بود که به دولت مربوط بود و شاید من اشتباه کنم، ولی فکر میکنم شاید اگر ما میدیای آزاد داشتیم، شاید مدیای آزاد از همون اولی که صحبت آقای خمینی میشد تمام تفکرات آقای خمینی رو که واقعا در اون زمان اگر گفته میشد مردم میفهمیدن که این آقا چی میگه و طرز فکر و تفکرش چی هست و دنبال چی هست، ایران میخواد به چی تبدیل کنه، معلوم میشد. اون وقت گروه های مخالف که تعدادشون هم کم نبود و سالها مثل همه ما فرهنگ ما اینطوری است که یک ناراحتی که میبینیم کینه به دل میگیریم و ول نمی کنیم و تا حتی به خاطر یه چیز بهتری گذشت نمی کنیم. ولی این موجب شد که حتی اونها چه اشتباهی کردن، از چپمون، از راستمون، از ناسیونالیستمون، از مذهبی های ناسیونالیستمون، از مذهبی های مارکسیستمون، همه اینها کنار هم ایستادن به این امید که آقای خمینی حرفایی که زده عمل میکنه و میره کنار و اینها میتونن هر کدومشون برای خودشون همونطوری که شما گفتید باز هم همینطور مثل همین الان همیشون فکر کردن که مثلا مجاهدین یه حکومت اسلامی مارکسیستی درست خواهند کرد، پایین راستا فکر کردن که خب یه حکومت مارکسیستی درست سر کار خواهد اومد و گروه مذهب مثل ملی مذهبیون هم که متاسفانه بزرگترین لطمه رو به ما زدن و اونها دیدید که یکی یکی قربانی شدن و سالها ملت ایران آن چیزی رو که داشت از دست داد
و ملت و نسلی که بیگناه بدون اینکه در این کار دستی داشته باشه بزرگترین قربانی رو داد. ولی هنوز من دارم میبینم یکی از چیزهایی که در اینجا اتفاق افتاد داشتن میدیاهای آزاد بود و هست، ولی باز دارم میبینم که تا حتی در میدیاها افرادی که آدمای بی سوادی نیستن و آدمایی هستن که سالهاست دارن لااقل در خارج، نه در داخل ایران، در خارج جلوی دوربین رفتن، آزادی داشتن، حرفاشون رو زدن و به عنوان حتی مخالف پادشاهی یا مخالف هر گروهی که هستن حرفاشون رو زدن، ولی در این موقعیت خاص درست ما میبینیم کاری میکنن و با لحنی صحبت میکنن که بسیار بسیار آدم متاثر میشه. متاثر از این که آیا ما فرضا اصلا کشورمون آزاد بشه ما میخواییم با همین لحن مثل همین آخونده با هم دیگه در صحبت کنیم، چه از سطح مردم یا حزبی تا به پارلمان و سنامون برسه، ما چطوری نمیتونیم بفهمیم که کاری که الان میکنیم امکان داره خیلی ها بر این برداشت کنن، در حالی که من افراد میشناسم آدمایی نیستن که مأمور جمهوری اسلامی باشن یا تحت نفوذ اونا باشن، ولی امکان داره خیلی از افراد فکر کنن که کاری که شما میکنید همون کاری است که جمهوری اسلامی میخواد. آنچه که ملت باید، ملت ایران هستن اصولا که باید انتخاب کنن، نه با عجله، نه با همون روزی که اولی که اومدن باز الکی بگن 30 میلیون توش و 40 میلیون، ولی از حالا دیگه باید بگن آینده ایران دنبال چه حکومتی هستن، نه با کودتا، نه با چیز دیگه که باید حکومت نظامی سر کار بیاد. ولی متاسفانه ما میدیا نقش خودمون رو درست بازی نکردیم. بله، باش باش، میدیاها از تعداد 3-4 نفر، 3-4 تا میدیا که از اولش هم 2-3 تاشون سیاسی بودن، یا حتی باید بهتون میگم 2 تاشون تا حتی در اون زمان اینقدر نداشتیم سیاسی بود، بعد اضافه شد و بعد بقیه خب میگفتن ما تجاری هستیم برای که درآمدش بیشتر بود، نگرانی ناراحتی با جمهوری اسلامی نداشتن، ولی دیدید اونم از بین رفت. آقای احمدی نژاد که اومد نه به خاطر اینکه از موسیقی سوء استفاده نکرده، نه، به خاطر اینکه جنگای داخلی خودشون این است که کسانی که شما با آقای رفسنجانی و آقای خاتمی کار کردید و به وسیله اونها تبلیغ گرفتید و پول گرفتید، حالا دیگه من بهتون تبلیغ نمیدم و خودشون هم که دستشون دیگه از اون کشورها بریده شده. ولی چرا ما در این زمان که احساس باید بکنیم آزادانه حرفامونو بزنیم، نگرانیامونو بگیم، ولی اگر موجب بشیم که هیچ انسجام و تجمع و هیچ چیزی به وجود نیاد، آیا واقعا ما خود ما تبدیل نشدیم به جمهوری اسلامی؟ ما مأمورای جمهوری اسلامی اگرم نیستیم ولی کار اونها رو نمی کنیم. متاسفانه اینطوری شده. همین الان در سالها شما، من نمیدونم، حتما در کانادا ایرانی ها همونطور که شما گفتید درست گفتید، در اینجا ما حدود 1,600,000 ایرانی داریم در آمریکا. بیشترین اونها در کالیفرنیا هستن. متاسفانه ایرانی ها تا حتی در کارهای اکثرشون، من دارم میگم یه عده کمیشون بله، ولی اکثر ایرانی ها تا حتی در کارهای سیاسی و در حتی حق اون چیزی که به عنوان آمریکایی گرفتن، یعنی رأی دادن به اینکه آخر عاقبت بچه هاشون که در اینجا آمریکایی هست چی میشه، نمی کنن. من بسیار خوشحالم که شما برای ما، برای جامعه ایرانی، من به عنوان یک آمریکایی ایرانی یا ایرانی آمریکایی افتخار میکنم که یک هموطن من در یک کشوری مثل کانادا نماینده پارلمانه. ولی چرا ما تا حتی در شهرمون، در این کالیفرنیایی که متعددمون زیاده، تا حتی در منطقه، در ناحیه شهری ما نتونستیم یه شهرداری برای یه مدتی نگه داریم؟ فقط در بیورلی هیلز، اونم به دلایل کوچک بودن و موفقیت‌های مالی و اکثریتی که در اونجا هستن و هر چیز دیگه، دوره یه دهی هستن که آقای یکی از شهرداری یکی هستش و اومده بود، همین دوره قبلی هم بودن، و آقای دلشاد، جیمی دلشاد، ایشون فقط تونستن در اونجا باشن و به ریز هم اصلا نوعش فرق میکنه با جای دیگه. اما من زیاد نمیخوام این بحث رو، ولی باید اینا رو بگم که درد دل خودمون رو مردمی که الان میشنون بدونیم. متاسفانه
هنوز در این شرایط، هنوز در این زمانی که هست، هیچ کار درستی انجام نمیدیم و متاسفانه تا حتی یاد نمیگیریم تو کشوری که هستیم. ما از اینا یاد نمیگیریم که اینا تو کشور خودشون برای حقوق خودشون، برای نظریات مختلفی که دارن، دموکرات ها، ریپابلیکن ها، تی پارتی، اینا چگونه کار میکنن و چگونه میخوان کشورشون رو با عقیده خودشون، حالا رأی اصلی رو و کلی هرچی اومد، اگرم اشتباه بشه ابدی نیست، چون پایه های حکومت و جمهوری که در اینجا درست شده، پایه ها و اونایی که به قول خودشون پدران این کشور نوشته شده، اونها رو همیشه حفظ میکنن. اگر یک حکومتی بیاد برای 4 سال و تا حتی مردم رو گول بزنه یا اینکه به هیجان در بیاره و خیال و چیزهایی رو که درست نیست تا حتی به مردم بگه، نخواهن گذاشت دوره بعدی بیاد. ولی ما سالها اینجا در جا زدیم. خیلی همون آقای دکتر برای اینکه ما میریم ایران میایم، خودمون گفتیم ما سیاسی نیستیم. من نمیدونم سیاسی یعنی چی. سیاسی عضو حزب باید شد. اگر کسی رو شما از مملکتتون بیرون میکنن، اگر شما جرأت ندارید در اینجا منی که منصوب شما هستم بیاد بگید منو دیدید، آیا شمایی که جزء هنرمندا، جزء بزرگای کشور هستید، تا حتی نمیتونید من رو که دوست 40 ساله شما هستم در اینجا ببینید و باید قایمکی در یه جا 10 دقیقه ببینید و بلرزید، آیا شما سیاسی نیستی؟ این چی هست؟ متاسفانه این با آنها هست و ما نمیدونیم چاره‌ای رو باید بکنیم چی هست. آیا ما واقعا همش در مغزمون دنبال یک نفر میگردیم با شمشیر به جلوی سر ما بگه خفه شید، آنچه که میگم باید بکنیم، یا اینکه خودمون اگر واقعا میخوایم آزادی دموکراسی داریم، باید خودمون چطوری میتونیم اینوالو بشیم، چطوری میتونیم خودمون رو وارد آینده و سرنوشت بچه‌هامون بکنیم؟ اگه خودمون بگیم به ما چه مربوط داره، ما که سیاسی نیستیم، نمیتونیم بفهمیم که آنچه که در ایران اتفاق افتاد خواهد افتاد برای نسل بعدی سرنوشت اونهاست. چگونه ما میگیم سرنوشت آینده؟ همون کاری که کردیم، همون کاری که ما این نسل کردیم. چگونه ما گفتیم بچه های ما به ما مربوط نیست، خودشون کردن، ارتش خودش فلان کرد، ارتش مهمون کرد. هنوز افرادی رو دارم در میلیه ها که به افسرانی که ناجوان مردانه پشت بام ها کشتن، افسرانی که هیچ کدومشون نه دوست بودن و نمونه شون در آمریکا میبینن، فرماندهان نیروی دریاییشون میبینن که راننده تاکسی شدن. ولی غم انگیزه برای من که بعضی از دوستان من هنوز با کلماتی زشت گویا خوشحالن که در اینجا آواره شدن، بی وطن بودن و الان چون پناهی پیدا کردن هنوز عوض نمیشن، هنوز خودشون فکر نمیکنن راه چاره چیست، چگونه به جون هم بیافتیم، چگونه میتونیم کشورمون نجات بدیم. آقای دکتر دلم میخواد این مسئله رو، من میدونم گفتن شما حرفاتون رو زدید، ولی واقعا چه باید کرد؟ واقعا کجا باید ما اشتباه رفتیم؟ دیگه چه کاری از دست ما برمیاد بکنیم و هیچ گوش شنوایی نیست؟ و بعضی ها، من گاهی وقتا خودم هم سنم بالاست، گاهی وقتا آرزو میکنم که ما بمیریم، سن من بمیره تا شاید جوانها بتونن کنار هم بیستن، برای اینکه ما کینه ها و نفرتمون رو تا ابد با خودمون تو گور میخوایم ببریم. من دارم میخواد راجع به این مسئله صحبت کنیم تا بریم راجع به مسئله روز اینجا، برای که هر وقت میرسیم به مسئله ایران برای من اصلا میشه مهمتره. ببخشید خیلی من صحبت کردم. اختیار دیدهای آتبای مسئله ایران واقعا برای همه ما مطرح هست، بل هممون احساساتی میشیم وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم، وقتی راجع به مسائل مشکلات سیاسی ایران فکر میکنیم. حدود 7-8 ماه پیش از این در یه ملاقاتی که من با آقای نخست وزیر کانادا داشتم راجع به مسائل ایران صحبت میکردیم، بعد ایشون برگشتن به من گفتن که فلانی مسائل ایران مثل این که نزدیک به قلب شماست، به انگلیسی میگن close to your heart. بعد من برگشتم در جواب ایشون گفتم که Mr. Prime Minister, not only it's close to my heart but it is in my heart. و ایشون خب خندیدن. به هر حال واقعیت همینه، مسائل ایران در دل ما هست و ما بخشی از وجود ما شده و نمیشم از خودمون نمیتونم دور بکنم. گذشته ها به هر حال گذشته و علل و عواملش هم تا حالا خیلی تجزیه تحلیل شده، هممون کمابیش میدونیم.
ولی اون چیزی که هست باید همه ما به خصوص ایرانیان مقیم خارج از ایران، به خصوص اونایی که در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکای شمالی و اروپای غربی زندگی میکنیم و امکانات اون از خیلی جهات وسیع و فراهم است برامون، بتونیم به اصطلاح برای آینده برنامه ریزی کنیم، ببینیم برای آینده ایران باید چی کار باید، ایران رو باید از نو تعریف بکنیم. خیلی هنوز بعضی از هموطنهای عزیز ایرانی ما من میبینم که در 2500 سال پیش از این گیر کردن یا هنوز احساساتی میشن بدون که به ماهیت ها و واقعیت ها توجه بکنن. با عنوان مثال عرض میکنم، وقتی مثلا یک روزنامه عربی میاد خلیج فارس میگه، مثلا خلیج عربی یا ایمیل ها را میفته اونقدر صحبت میشه راجع بهش. حالا البته بحثی نیست، خلیج فارس نباید اسمش عوض بشه، اما خلیج فارس بمونه، منم خیلی تعصب دارم نسبت به این مسئله. ولی تا حالا ما ندیدیم آقای آتابای یک کسی بیاد راجع به محیط زیست خلیج فارس اینقدر ابراز نگرانی بکنه. خلیج فارس رو آخوندها تبدیل کردن به آشغالگونه، تمام شهرهای ساحلی آشغالاشو میریزه توی خلیج فارس، کشتی ها بدون اینکه ضوابطی باشه آشغالاشو میزنه تو خلیج فارس. من شنیدم در ایران کسی ماهی خلیج فارس رو نمیخوره برای اینکه اونقدر مسموم آلوده شده. رودخونه زاینده رو خوش کردن، یه عکسی برای من فرستادن ایمیل نشون میداد که زیر پل کارون مردم دارن راه میرن، در حالی که در سابق از این ما میدیدیم که بچه‌ها میرفتن از روی پل کارون شیرجه میرفتن تو آب، اونقدر کارون عمیق بود که شیرجه میرفتن. الان رودخونه کارون رو خوش کردن، رودخونه زاینده رو خوش کردن، دریاچه ارومیه در شهر عزیز من ارومیه که واقعا دریاچه اون زیبایی، دریاچه اون زیبایی و قشنگی رو دارن میخوشونه و میلیون ها و میلیارد ها تن نمک رو در اون محل خواهد بود که این نمک در اثر باد تمام منطقه کشاورزی آذربایجان رستگین خواهد بود و واقعا فاجعه بزرگی خواهد بود برای مملکت عزیز ما ایران. و اصلا به فکر نیستن، اومدن تمام رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میدید حدود 23 تا رودخونه 30 تا 100 روش بستن، خدا میدونه چقدر پول خوردن سر این سدسازی های بدون برنامه، بدون مطالعه، بی توجه به مسائل محیط زیستی اومدن همینطور سد زدن روی رودخونه ها و دریاچه رو خشکوندن و با خشکونده شدن دریاچه در دراز مدت اون رودخونه ها خواهد خشکید، برای اینکه آب دریاچه به صورت تخلیه میشد میرفت بالا، ابر میشد دوباره ابر به صورت بارون میاد پایین، به صورت برف میاد پایین، در کار طبیعت بیخود میگویند نباید دست برد. اینها در کار طبیعت واقعا به صورت ناشیانه دست بردن و باعث از بین بردن محیط زیست ایران شدن، جنگل های شمال رو از بین بردن. واقعا یکی دوتا نیست، در ما دنیا حقیقتا ما یه مقدار زیاد روی مسائل هم دقت بکنیم، در دنیا دست اینها رو رو کنیم. اینها نه تنها اموال ملت ایران رو چاپیدن، نه تنها دستشون به خون ملت ایران آلوده است، اینها نه تنها ایران رو در دنیا بی اعتبار کردن، بلکه محیط زندگی ایرانی ها هم در دست بین میبرن. شما فکر کنید که 13 میلیون نفر در مردم آذربایجان در اثر خشکوندن دریاچه ارومیه بی خانمان میشن، کجا اینا میخوان برن؟ کی میخواد غذا اینا رو تامین کنه؟ کی میخواد زندگی اینا رو تامین کنه؟ در خود ایران الان فقر داره بیداد میکنه، فحشا داره بیداد میکنه، مریضی داره بیداد میکنه، درد یکی دوتا نیست. برای همین است که واقعا با ایرانیان خارج از ایران بشیدن برای آینده ایران فکری بکنن، ایران به بدمتنای ضوابط امروزی بسازن، ایران رو از نو تعریف بکنن، ایرانی که مال همه ایرانیان، ایرانی که در اون همه مردم از خوزستان گرفته تا ترکمن صحرا، از بلوچستان گرفته تا آذربایجان، از خلیج فارس گرفته تا دریای خزر، از خراسان گرفته تا لرستان بختیاری کردستان، همه و همه ایرانی هستن و همه و همه حقوق یکسان باید داشته باشن و همه و همه برای آزادی و آبادانی ایران باید بتونن کوشش بکنن و امکاناتون باید داشته باشن. منابع مالی مملکت باید همونقدر در اصفهان شیراز و مشهد سرمایه‌گذاری میشه، همونقدر باید در زاهدان ایران شهر و سرقل و سرندج و ترکمن صحرا باید سرمایه‌گذاری باشه که ملت ایران بتونه از این فقر بیان بیرون، این ثروت بتونه به صورت عادلانه تقسیم بشه. الان شهرهای ایران مثل اصفهان و مشهد و شیراز و تهران تبدیل شدن به شهرهای بزرگ، مردم همه حضور آمدن به این شهرها. خب چرا این امکانات رو همه آورد تو این شهرها؟ چرا پخش نمی‌کنیم امکانات رو که مردم از دیار خودشون مهاجرت نکنن که مشکلات عدیده دیگه به وجود بیارن؟ به هر حال درد یکی دو تا نیست، تحت این حکومتی که واقعا بی‌لیاقتیش و عدم مدیریتش در عکس این 33 سال
در همه جنبه‌ها، در جنبه نظامی، در جنبه مدیریت شهری، در جنبه مدیریت مملکتی، در جنبه سیاست خارجی، در جنبه به اصطلاح اخلاقی، از هر نقطه نظر که آدم بهش نگاه میکنه میبینه که این حکومت در عرض این 33 سال گذشته واقعا یک نقطه روشنی در سابقه‌اش نیست. ولی برمیگردم باز به این طرف، ایرانیان مقیم خارج از ایران چه کردن؟ ایناست که الان باید بشینن برای آینده ایران بر مبنای ضوابط قرن 21 طرحی بریزن که این مملکت رو بتونن آباد بکنن، بتونن بسازن و میشه این کار کرد. ایران و ایرانی این شایستگی رو داره. آقای دکتر خیلی متشکرم. من باز خیلی میخوام وقتتون رو بگیرم، ولی اگر خستید میخواید بذاریم توی این هفته یه روز دیگه، برای اینکه میخوام برای این مسئله مهمی که الان هست و متاسفانه باز هم ایرانی ها دقت نمی کنن بهش، میخوایم بررسی کنیم که اصلا کانادا رو ببینیم که چه وضعی هست، چون الان در اینجا یک دعوایی وجود داره که برای همین مسئله هلت کیر که آقای اوباما میخوان کاری کنن، که حالا بعضی ها دارن میگن که اصلا این به اسم قانونی هلت کیر نیست، میخوان به عنوان تکس میتونید اجباری کنید و تکس دادن اجباری حالا چه درد سری داره، که دعواها حالا ادامه خواهد داشت تا انتخابات، چون همین دعوا سر انتخابات فکر میکنه. بله. من در خدمتتون هستم آقای آتابای. فقط امروز چون روز کانادا دی هست، بله. روز کانادا هست، می‌خواستم یه دو نکته می‌خواستم اشاره کنم. خواهش می‌کنم. خداحافظی بکنید. خواهش می‌کنم. یکی اینکه امسال ما 145 سال استراح تولد کشور کانادا رو جشن می‌گیریم، که عدد بسیار روندی از 145 سال گذشته از روزی که 4 تا استان کانادا دور هم سرانشون رهبرانشون جمع شدن در شهر شاردتان و به اصطلاح اساس کنفدراسیون یا اتحادیه کانادا را ریختن. نکته دومی که هست باید عرض کنم به این مناسبت، امسال ما 200 سالگرد جنگ نایاگرا رو داریم به اصطلاح برگزار میکنیم. این آخرین جنگی است که امریکایی‌ها و کانادایی‌ها با هم جنگیدن در 200 سال پیش از این. این آخرین جنگی است که دو کشور با هم دیگر جنگیدن و از اون تاریخ به بعد مرز امریکا و کانادا که طولانی ترین مرز در دنیا هست و در این حال مرزی است که یک سرباز نه اون بر مرز است نه این بر مرز است، یعنی مرز غیر دفاع نشده است در واقع مرز این دو کشور. و این خودش چقدر زیبا است که دو کشور کانادا و امریکا 200 سال است با هم نجنگیدن و در این حال در مرزشون، در این طرف اون طرف مرزشون هیچ سربازی وجود نداره. نکته سومی که از باید عرض کنم، امسال 60 سال به سلطنت رسیدن ملکه الیزابت پادشاه کانادا هست که ما امسال هم به این مناسبت در کانادا جشن گرفتیم و به همین مناسبت مدالی دولت کانادا منتشر کرده به اسم مدال به مناسبت 60 سال به سلطنت رسیدن ملکه الیزابت پادشاه کانادا. و من خوشبختم که عرض کردم در اینجا آقای آتابای به اطلاع شما و همینطور بینندگان عزیز تلویزیون این آی تی وی برسونم که بیش از 12 نفر از ایرانیان، از ایرانیان کانادایی یا کانادایی های ایرانی هستن، موفق شدن که این مدال رو دریافت بکنن که باعث افتخار همه ما هست. شما چی؟ شما؟ یکی از اونا بنده هستم. آه، من افتخار میکنیم. کاش اگر لطف کنید بعد با هم تماس بگیریم، خواهش میکنم اسم اونا رو بدید که ما از اونا هم با افتخار یاد کنیم. و از اینکه وقتتون رو دارید بسیار بسیار متشکرم و امیدوارم همونطور که عشق ایران در وجود شما هم هست، هموطنهای ما، من مطمئنم خیلی ها به سرزمینشون عشق دارن و با میتونن بسیار کمک کنن. خیلی چیزها ما داموختیم در این کشور، در این دربدریم، و شاید از اینا به نفع مملکت هم بتونیم استفاده کنیم. در حال از لطفی کردید به ما متشکرم. همیشه شما محبت داشتید به این آی تی وی و من. متشکرم. در خدمتتون. شبتون بخیر. شب بخیر.
آی مگر در نهر تنهایی چه می شویم لباس لحظه ها پاک است لباس لحظه ها پاک است آی مگر در نهر تنهایی چه می شویم میان آفتاب میان آفتاب به هشتم دیما چنین بر نخای تماشا چکه های بر تراوت روی آجرها روی استخان روز استخان روز استخان روز چه می خواهیم چه می سفرهای تو را در کوچه هاشان خواب میبینم تو را در قریه های دور مرغانی به هم تبریک میگویند چرا مردم نمیدانند که در گلهای ناممکن هوا سر دست سر هی صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی چه می شود آی نمی دانند که در چشمان دم جنبانه که امروز برق آبهای شط دیروز الو لطفا صدای تلویزیونتون رو کم کنید ما بکر ما بکر ما بکر دختر تنگ سوا سایه دشت دا دیر دا
انداز ماه دلگر از گلد بینگه بانی تکساس رو زد میرزا عباس رو زد شیش گرو بنجره سای گرگان گره بوی گرو بردار Hello, I'm Reza Moridi, and I want to take this opportunity to wish all of you a happy Canada Day. Canada Day is a perfect time to reflect on the good fortune we share living in what is truly the best country in the world. And this year we celebrate Canada's 145th birthday, and I invite you to experience all that Ontario has to offer. Happy Canada Day.